Mañana me tengo que life mission o la misión. شروع شده؟ ما فکر میکنم که ما لایف آمدیم به شک سلام به تمامی عزیزایی که امیل از را میبینن در گروه زیبای کندزیان عزیز آیپد ما به شما است ما بیدون که کیا لایف من لایف مرا میبینم از او خاطر منتظر میشینم تا که یک تعداد زیاد از جا شامل لایف مشان و بعد از او بخیر با شروع میکنیم به قصه و سوال پرسی و کارهای روزمره خود خب آستا آستا دوستا زیاد چرا میره سلام مجدد به تعداد از جایی که امی لحظه با ما پیوستن انان جان یوسف زی سلام به خودت بسیار معذرت میخوایم از اینکه ما کمک ناوقت شد چون در آ بودم سفر داشتم دو شب پیش ما طرف کلن سفر داشتم و صرف به خاطر برنامه کندزیان برنامه لایف امروز ما خداوند شکر گذار هستم که صحت سلامت ما پس هامبورگ رسیدم خوب شد که تکر نکردم به هر صورت مثلا یک پنج دقیقه که ناوخ شد مرو ببخشیم عزیزا استاستا زیاد چرا میرم منتظر می باشیم ما اگرچه بسا کم لایف میم در کل اما در صفحه فیسبوک خودم شخصا بسا کم لایف میم فیسبوک کندوزیان یا گروپ کندوزیان که شامل بیشتر از 14,000 عضو هستن شاید از این بودم که در هفته های گذشته میمان های زیادی داشتم و این هفته خوشبختانه که یکی از میمان هایشان من هستم و بسیار سپاسگزاری میکنم از انان جان یوسف زای که سخت زحمت کشیدن آرز جان، عدیب جان و بسیار از جای دیگه کمرای ما تماس گرفتن به خاطر گفت و شنوده که با عزیزای کندزی باید داشته باشم باهاشون وعده داده بودم که خوشبختانه حالا آمدیم و منتظر سوال شما هستم سوال چیزی بود میتونین برای ما سوالاتون نوشته کنین و حتما جواب میتونم عزیزایی که یا بویم کندوزیایی که همین لحظه با ما پیوستن یک سلام جداگانه برای شما عزیزا امیدوار هستم که رمضان بخیر گذشته باشین گذشته بوده باشین و روزه و نمازتان قبول ما شما در یک جریان سخت بیولوژیکی قرار داریم البته کرونا یک ویروس واگیر بود که در سراسر دنیا تمام مردم دچار ازی شد و زندگی را کاملا تأخیر داد خدا کنه که شما در امان از این بلاهای روزگار یا بلاهای امروزی بوده باشین لایف است یکان گپ تا بالا میشه مرا ببخشین من گوش میگیرم که مثلا دوست دارم روی شما باشم به هر صورت ما گپای خدا وقت آغاز میکنم که کم کم عزیزا زیادتر بیاین در لایف ما با ما بپیوندن و بعد از او بخیر باز لایف خدا یا قصه های خدا گرمتر میسازیم من نمیفهم عزیزا صدای مرا میشنوین نمیشنوین میشه کسایی که آواز مرا میشنون میشه یا بلی بگوین یا چون من خودم صدای خود نمیشنم اگر من صدای خود جا بشنوم باز شما شنیده نمیدارین خب امیر محمد صافی عزیز سوال کرده که چی وقت افغانستان میاد و بخصوص کندوز این آرزوی نه تنها ما بلکه آرزوی تمامی کندوزیان عزیزی که در کندوز زندگی کردن نشو نمو کردن و به اوج
زندگی خود رسیدم. آرزوی همه کندزیای عزیز است. جواد جان تشکر، زنده باشی از اینکه آواز مرا به شکل درست میشنوین. سلامون او نیکی هلی. خب قصه ها زیاد است عزیزا. من از کندز یک دنیا خاطره دارم. عزیزی که پرسان کرد چی وقت بخیر کندز میایی، ما یک از آرزوهای بزرگ ماست که ما بخیر دوباره کندز بیایم، شهری که من نفهم از کجا شروع کنم، از خربوزه کندز شروع کنم، از چند نوع خربوزه بود فضل جان؟ یکی خربوزه از قلان میگفتن، یکی خربوزه من چند روز پیش با دوستا یاد کردم، عزیزا گفتم چی میشه که افغانای عزیزی که در اروپا زندگی میکنن خصوصا خربوزه که ما در کندز داریم خود از یکی از بهترین تجارت ها میتونه شوه و میتونه که آدم از خربوزه کندز با بهترین شیوه بزنس آدم استفاده بکنه وقتی که امکاناتش مساعد شوه که از افغانستان بتونه آدم صادر کنه به اروپا و امریکا و یا کشورهای دیگه. مطمئن هستم که نتیجه بسیار مثبت خواهد داد، به خاطر از اینکه محصولات ما زیاد داریم در افغانستان، از پسته شروع، خربوزه، انار و خربوزه کندز باز نام داره. باز ما شما خوب سیر خربوزه داریم، به خاطر از اینکه در کابل و دیگه جایا کیلوگکی فروخته میشه اما در کندز کراچیگکی فروخته میشه. هر کراچی هم که میخری در هر کراچی هم ما طرف های دشترچی و امام صاحب جا زمین ها داریم. با سالونه بر ما محصولات که آخرای سال بود نمیفهم پدرجانو بیشتر میفهمه، باز کراچی بر ما خربوزه میورن. باز زوب مزه خربوزه تا امروز از زبان من نرفته و همیشه پشت خربوزه دق میشم. در اینجا در آلمان هم وقتی که من به سوپرمارکت ها سر میزنم فکر و احساس و چشم من فقط طرف خربوزه های افغانستان است، بخصوص خربوزه قندوز که چی وقت باشه که باز دوباره کندز جان بیم و خربوزه رو نوش جان کنم. به هر صورت میگذاریم کندز جایی است که یا بگیم بهتر بگیم کندز مکان فرهنگی ما شماست در سمت شمال، جایی است که خوبترین و محبوبترین شخصیت ها از کندز سرچشمه میگیره، هنرمند های بسیار خوب سرچشمه میگیره و خود ما شخصا در کندز تولد شدیم، در کندز بزرگ شدیم، در کندز درس خوندیم و همشهریان عزیز ما در دوران ستاره افغان در سال 2007 و 8 واقعا زیاد زحمت کشیدن. بدون از اینکه ما کدام زحمت بکشم در هر ناحیه کندز اینا گروپ های کمپاین جور کرده بودن، یعنی بدون از اینکه ما خبر باشم و واقعا همشهریان عزیز ما مرا زیاد حمایت کردن، زیاد کمک کردن در دوران پروسه ستاره افغان و تا به امروز در زندگی هنری مرا زیاد کمک کردن، زیاد همکاری کردن. ما سر کندز افتخار میکنم، سر مردم هنرپرور کندز افتخار میکنم که اونا سخت میمان نواز هستن، کسایی هستن که با وجود تمامی مشکلات هایی که در شهر کندز وجود داره، از قبیل امنیت، از قبیل نبود یا بگویم کمبود برنامه های فرهنگی و هنری در کندز، ما شاهد از هستیم که کندز چندین بار به دست مخالفان دولت افتید، کندز شاهد عملات مختلف بود، کندز دو بار سقوط کرد. با وجود تمامی مشکلات بازم اونا یا بگویم مردم هنرپرور کندز هنرمند خود دوست دارن، جوانایی که در کندز هستن اونا مرا حمایت کردن تا امروز، ما از اونا قلبا سپاسگزاری میکنم. به هر صورت یک عزیز ما یاد از میدان بزکشی کرد، باشین که من نامشون یاد نره، محمد جان صافی، امیر محمد جان صافی. خوب یک خاطر جالب یاد کردم. در دوران ستاره افغان من قسمی که من پیشتر گفتم یک گروه کمپاین پدر جانم جو کرده بود که اونا با ما هماهنگی میکردن و با دیگه عزیزای کندوزی اونا کمپاین میکردن و بر ما رای جمع میکردن. یاد از بزکشی کردم که
در جیران یاد نمیره که ما یک هفته بسیار به طرز و لحظ از کابل به کندوز آمدم، به خاطر از اینکه در او وقتا این برف کوچ، شما یادتان است که برف کوچ های سالنگ واقعا مرگبار است و هر هفته که من از سالنگ تیر میشدم من ترس از جان خدا داشتم، به خاطر که به صدها نفر زیر برف کوچ از بین میرفتم و میمردم. یک هفته یادم نمیره که بزکشی بود و تمام همشهری های عزیز ما کندوزی های نازنین در بزکشی جمع شده بودن. خلاصه من با پدر جانم و با گروه کمپاینی که ما داشتیم رفتیم به طرف بزکشی، میدان بزکشی یا بویم سر دوره، بهتر از بویم یادم نره. در سر دوره وقتی که ما اوجه رسیدیم و یادش بخیر لطیف خان، کسی را میگفتن مطمئن رسیم شما میشناسین لطیف خانه که اونا بیشترین برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، خصوصا برنامه ورزشی رو پیش می‌بردن و نطاقی می‌کردن. وقتی که لطیف خان یاد کرد که فیاض حمید آمده و شما لطفاً برش رای بتید، مردم یادم است که مردم یک حالی را انداخته بودن که مطمئن هستم که اونجا من به هزارها رای در یک هفته جمع کردم، چون تمامی همشهریانم در اونجا آمده بودن و بر من رای جمع کردن. بعد صورت یک خاطره بسیار جالب از کندوز بود دیگه. باشه که میرم عزیزو زیاد شده یا نشده، بخاطر از این که من کسای خود کرده بودم و عزیزو هم نباشن دیگه. خیبر جان پاییز گفتن خوش آمدین، خسته نباشین، خوش آمدین به گروه ما. خیبر جان از کورس فکران چی خاطره؟ فکران؟ فکران چی خاطره دارید؟ نمیدونم یادت هست، یعنی من از کورس یاد کردم. من در افغانستان یا خصوصا در شهر کندوز از کورس های آموزشی من خاطره زیاد دارم. کورس فکران از مربوط چیز میشد فضلیت؟ مربوط استادی همان فکران میشد، آرشان، بله بله. از اونا خاطره ندارم، منطقه با یماجان و آرژانشان و فواجان که اونا دوستای بسیار نزدیک من بودن در دورانی که من در کندوز زندگی میکردم، وقت خانی بودن نوابات کندوز بود، در سرک دوم دست راست کوچه نوابات، سرک ناحیه میگن یا سرک میگن نایی با منطقه نوابات نامش بود. باز فواجان و امی فکران اینا دوستای ما بودن. خاطره بسیار خوبی که از فواجان داره، ما وقت خوب گودی برام بازم داریم در پولی کارهای آموزشی و دوره تعلیمی، خوب گودی برام بازی هم میکردیم، خوب تارای شیشه دار میخریدیم و گودی برانای پنج پارچه و چهار پارچه و سه پارچه میخریدیم. خب به هر صورت یک دنیا خاطره داریم از کندوز. ما از کجا میخوایم شروع کنم؟ امروز هنر یک ایرای بسیار بزرگ است، یک دنیای بسیار بزرگ است، یک کاروان است که خاتمه نداره. هر قدر آدم داخل شود اونمه قدر هنر آدم بزرگتر میبینه، اونمه قدر هنر آدم بالاتر میبینه و همه قدر آدم خود کوچک داشت احساس میکنه. ما تمامی افتخاراتی که ما کسب کردیم تا به امروز، تمامی اگر ایوارد بوده، اگر کنسرت بوده، اگر شهرت بوده، اگر محبوبیت، نمیتونم گفتم به خاطر اینکه مربوط شما میشه که آیا در بین مردم عزیز خود من محبوبیت دارم یا ندارم، به هر صورت هر آنچه که من دارم، من واقعا ایره ثمره زحمات استادای عزیز ما در دوران مکتب بوده. واقعا استادای بزرگی که من در اون زمان داشتم از مکتب لیسه شیرخان، لیسه شیرخان مکتبی بود که من یک دنیا خاطره ازش دارم. تا صنف 12 من در مکتب لیسه شیرخان درس خواندیم و اول نمره اومی من از مکتب لیسه شیرخان فارغ شدم. عزیزا کندوزیایی که در اون زمان همراه بودن شاهد هستن، شاگرد ممتاز در سال 2007 من از مکتب لیسه شیرخان فارغ شدم. قصه ها و داستان های دوره لیسه شیرخان دراز است، منتها به صورت
استادایی که در اون زمان مرا همکاری کردم، استادا زیاد است، من نمی‌فهمم کدامش از اونها یادشان بگیرم، چون نامشان رو بگیرم بخاطر اینکه اونا همیشان بر من عزیز هستن، همیشان بزرگای ما هستن. استاد عمر خان عزیز که زمان استاد دری ما بود، شخصیت واقعا بزرگوار، شخصیت واقعا مهربانی بود. استاد دستگیر خان استاد ریاضی ما بود، یادم نمیره. پوهاند استاد غیاس خان نازنین که من سخت دوستشان دارم و زحمات اونا بودن که یک تعداد زیادی از شاگردای دوره لیسه شیرخان به طب رای یافتن، به انجینری رای یافتن و شاگردای ممتاز از کندوز فارغ شدن، از زیر دست از این استادا. استاد شاه محمود سیفی، دکتر سب شاه محمود سیفی که پیش از نام کیمیا را درس خواندیم، یادم نمیره در اون زمان من آلمانی را اولین بار لسان آلمانی را از استاد شاه محمود سیفی یاد گرفتم که از اونا هم سپاسگزاری میکنم. استاد عبیب خان که استاد بیولوژی ما بود، من سخت دوستشان دارم، اونا استاد خیلی عالی بودن. استاد سید نعیم عسکر، استاد پشتوی ما بود، یادم نره. استاد عبدالقدیر خان استاد تاریخ ما بود. استاد جمع نظر عزیز استاد کیمیای ما بود و استادان زیاد است. من نمی‌فهمم که استاد خیبر سیفی که امروز رئیس پوانتون ولایت کندوز است، دوست بسیار عزیزم از خیبر جان سیفی. در اون زمان ما و خیبر جان پیش دکتر سب شاه محمود سیفی ما کیمیا و آلمانی را یک جای درس می‌خوانیم و سلام جداگانه هم به خیبر جان برسه و تمام عزیزایی که خصوصا در دوران کورس‌های آموزشی دوره ابتدایی، دوره عالی لیسه شیرخان امرای ما همراهی کردن و استادای ما بودن، ما در پشت همشان دق شدیم. به تمامشان سلام و درود می‌فرستم و زندگی امروزی ما هر اون چی که امروز هستم از برکت ای عزیزا است در شهر کندز. یادم نره که شما عزیزا شاهد هستین که پدرجان عزیز ما استاد حمیدالله خان استادی است که بیشتر از 38 سال میشه که در معارف کندز مصروف درس و تعلیم تربیه یا بگیم تدریس اولادهای او سرزمین است. شما میشناسین و من همچنان از پدرجان عزیز اونجا سپاسگزار هستم و ثمره زحمات پدرجان نازنین بود که من امروز هر آنچه هستم و یا نیستم از برکت اونا هست. و استادان به شما رو دیگه هم هستن، اقتدارشان فوت کردن، من خبر شدم. به هر صورت یک از آرزوهایم است که من دوباره به کندوز بیایم و خاطرات گذشته رو دوباره تازه کنم، با جوانای کندوز روی یک دسترخوان بشینیم و نان بخوریم و به روح او بزرگایی که وفات کردن، او بزرگایی که ما را کلام کردن، او بزرگایی که ریششان، مویشان، پوستشان یا بگویم ریش مویشان به خاطر ما سفید شدن، پوستشان به خاطر ما چملک شدن، به روح از اونا دعا کنیم و سر مقبرهشان بریم. هر سال آرزو دارم و آرزو داشتم که بیایم و با دوستای کندوزی خود روی یک دسترخوان بشینم. اول دعا میکنم که صلح و آرامی سراسر افغانستان بیاید و آمدن به سمت شمال، به کندوز، به دشت آبدان، به فرخار، به سر دوره، به چمن شاروالی، به چمن اسپینزر یکی از آرزوهای بزرگم است که دوباره تکرار شود. و من آرزوی بزرگتر از این دارم که اگر شود بخیر در یک فضای امن و صلح کلپ‌های آینده خود در سمت شمال افغانستان ثبت کنم. این یک از آرزوهایم است و ما دعا میکنم که بخیر به زودی این فضا ایجاد شود و تا بیم با کندوزی‌های عزیز خود یک جا با دیگر جوان‌ها کلپ‌های خود را ثبت کنیم. به هر صورت من چند سوال میگیرم برای زود باز که سوال داستان‌ها زیاد است، میتونم که سر
به به بیژن جانم، بیژن جانم آمده. سلام جداگانه با بیژن جان کندوزی، همچنان که هفته گذشته میمان کندوزیان بود، هفته گذشته میمان گروپ کندوزیان عزیز بود. سلام به اونا میفرستم. بیژن جان کندوزی همچنان یکی از بهترین هنرمندای ما است و رپری است که یا بگویم بهتر از بگویم که پدر رپ افغانستان. بیژن جان اینی لقب ما برات ماندم، پدر رپ افغانستان. چون بنیادگذار رپ در افغانستان بیژن جان بود، کسی بود که ما یادم از در اول وقت رپ میخوان مردم سرش ریشخندی میکرد، مردم سرش باور نمیکرد که چی چتیات میخوانه، در حالی که اونمو چتیات اقدر دهش درد است، اقدر دهش غم است، اقدر گفتنی ها و گپ دهش است که او مردم رو چتیات فکر میکنه، در حال که چتیات نیست. شما هر کلمه‌ای که بیژن کندوزی میگن دهش یک دنیا قصه و داستان است که امروز بعد از مبارزه 20-30 سال مردم میفهمه که بیژن کندوزی واقعا رپری است که مردم دوستشان داره، مردم از درد مردم میسرایه. و خصوصا آهنگی که آهنگ گپ یک دنیا گفتنی داره. به هر صورت یک عزیز آمده که استاد پتکه، استاد پتکه مرحوم فراموش تا نشد. من نمیم که استاد پتکه نامشان چی بود یادم رفتم. استاد خیم خان، استاد خیم خان، خدا بخش. بله بله، واقعا استاد بزرگ بود. خب ببینیم که عزیزان دیگه چی سوال کرده. یک عزیز گفته فیاض جان امید، آرش جان گفته فیاض جان امید، چی باعث شد که بعد از کلیپ ریحان و فرشته در آهنگای دختران نیست؟ امین کارت خوشم میاد مثل آقای فراد جان دریا واره. من کوتاه میخوام درباره از این گپ بزنم. ببینیم دختر یا بچه، یک دختر هم حق داره در کلیپش بچه رو بیاره. اینمی فرهنگایی که یا این مفکورایی که مردم در موردش فکر میکنه، میخوایم از دیگر شروع کنم. اگر دختر یا مدل بگم، دختر همی طرز هنریش وقتی که استفاده شد آدم میتونه خوبتر درک کنه، یک مدل زمانی که رول خود در یک کلیپ بازی میکنه او یک وظیفه داره، سناریو ازش نوشته میشه، داستان ازش نوشته میشه. خب اگر یک داستان ضرورت به این داشته باشه یک دختر یک بچه درش باشه، مردم را باید از دید یک داستان ببینه، نه از دید از این ببینه که هنرمند دختر در کلیپ خدا آورده که میخواد مشهور شود. به هر صورت من هیچ هنرمند ملامت نمی سازم که در کلیپ خود دختر آورده یا دختر آورده. به هر صورت این بر میگرده به خلاقیت های یک هنرمند، بر میگرده به اونمو ذهنیت یا اون مفکوری که هنرمند داره، چی میخوای از کلیپ، چی را میخوای به تصویر بکشانه، این مربوط به سلیقه های شخصی خود هنرمند است. ما ای که شما در کارهای ما این را مثبت میدارین از لطف مهربانی شما هست، منتهیاتون باشه هر هنرمند، هر کس به مو سطحی که فکر میکنه، به راهی که او فکر میکنه، و مقام یا اونمو هدفی که داره به مو اندازه کلیپایش هم هست. ببینید ما حالا کارهای اکوستیک شروع کردیم، کارهای امروزی ما اگه شما متوجه باشین کارهایی است که متفاوت از گذشته است. گذشته بوده، اون وقت مود و زمانش بود، وقتش بود. یک دوری که من در ازبکستان بودم که کلیپایم در اونجا به تصویر کشانده شد و که مدل های بسیار زیاد در کلیپ های ما بود. و امروز کارهای ما اکوستیک شده، کارهای است که سوچه موسیقی لایف نواخته میشه و ما کدام رول را به یک دختر نمیبینم که در کلیپ های ما باشه. ببینیم که عزیزای دیگه چی پرسوان میکنن. آه وقت یک زمزمه رسیده. ابو ارشاد عزیز گفته که این آهنگ میوایم زمزمه کو عزیز دل، اگه ما تا که گیتار سر کنم
باز آهنگ هم زمزمان از پیش میره. من کوشش میکنم که همه تو براتون زمزمه کنم که آواز لایف مرا شما بشنویم. نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هرچه کند می آیم، مرغک قصه نیم هدهد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم، می آیم، می آیم، می آیم، می آیم. خدا کنه که خوشتون آمده باشه. من دیگه بعد از 6 ساعت 7 ساعت درایوینگ آمدیم به حضور شما لایف. خدا کنه که خستگی ها و ماندگی های آواز ما شما را اذیت نکنه. خب فرمایش ها زیاد آمده. فردوس جان رزبان گفته آهنگ یادم می آید خندیدن هایت اگر زمزم کنی. آهنگ ناگزیر از عمر جان ظفرمند فرمایش آمده. حاجی صاحب شرف فیاض جان آهنگ می آیم این عزیز، من آهنگ می آیم همین لحظه زمزمه کردم و برای شما تقدیم میکنم. تمیم جان صدیقی عزیز گفته افتخار بخشیدین، زنده باد. حاجی شرف عزیز باز گفته در صدایت نفس. قربانت عزیز دل، سلامت باشی. عباس جان علی نظری گفته فیاض جان آل کجا هستی؟ ما در شهر آمبورگ کشور آلمان هستم. مدت 8 سال، بیشتر از 8 سال میشه که من در آلمان زندگی میکنم، در شهر آمبورگ. و بعض صورت بخشید که من بعض چیزا را صابر جان عزیز تشکر، زنده باشی، سلامت باشی. من سوال بسیار کم میبینم چون بیشتر عزیزا محبت میکنن و امو یا بگم اظهار محبت میکنن نسبت به کارا و فعالیت های هنری ما. میشه که اگر سوال داشته باشین سوالتون رو بگوین. امیر خان عالمی عزیز گفته خوش و صفا آوردین، زنده باشین، شما هم خوش آمدین در لایف ما. فضل جان هم خوب و جور سطمند است دمی اتاق قسم باید، من سلام به همه شما میرسانم. فضل جان هم مدت است چندین سال میشه که آلمان هم روی ما زندگی میکنه. دیگه ببینیم که سوالات نه خربزار نویاد کردم به خدا. ایمان جان مرزی سلام، سلام عزیز دل به خودت همچنان. از قلانی خربوزه را بیشتر یاد کردم، خربوزه زرمتین نه به خدا، بیشتر از خربوزه زرمتین هم یادم رفت. به هر صورت
فردوس جان رزوان سوال کرده که بغیر از موسیقی مصروف دیگه چی کارها هستم؟ ما در چند سال اخیر در آلمان در پالوی کار موسیقی مصروف درس بودم. ما یک مدت 3 سال بخشای مسلکی موسیقی را ما درس خوندم، خصوصا بخش تکنیک موسیقی را که شامل موزیک پروداکشن میشه، میکسینگ میشه، ماسترینگ میشه و ارنجمنت میشه. مصروف از این بودم که یک استودیوی بسیار خوب برای خود بسازم که خوشبختانه مدت 2 سال میشه یک استودیوی موسیقی برای خود ساختیم و یا بگیم بهتر خود کفا شدیم. بیشترین کارهای اونایی خودم خودم انجام میدم بعد از این و خوشخبری خوب برای همه شما دارم که منتظر بهترین کارهای اکوستیک ما باشین. کارهای اکوستیک وقتی که میگم موسیقی سوچا و لایف است که آلات مختلف داشت استفاده میشن، مثلا وایلن، مثلا گیتار، رباب هم استفاده کردیم، کاخون، تبله، ساکسفون و دیگه آلات بیاد و نمیاد. به هر صورت کار شخصی کم و بیش کار تجارتی هم میکنم. ما در آمبورگ یک دفتر ترجمانی داشتم و اینجا ما ماجرا را کسایی که خصوصا بعد از سال 2015 آلمان آمدن ترجمانیش هم میکردم، در دفترهای مختلف میبردمشان و کمکشان میکردم. بدون شک یک منبع خوب عایداتی هم برام بود چون یک وقت ما وقتی که در قندوز هم زندگی میکردم در اون زمان از سال 2007 تا سال 2010 ما امرای آلمان ها یا با تیم پیارتی قندوز ترجمان بودم. دیگه نظر و تجربه گذشته در آلمان هم کوشش کردم که بخش ترجمانی پیشه بگیرم چون علاقه خاص به لسان ها و زبان های خارجی دارم. مشهر جان گفت چه قاعد میشه آلمان هستم؟ بیشتر گفتم عزیز دل مدت بیشتر از 8 سال میشه که آلمان هستم و یک عزیز پرسان کرده که گفته که چند سال شده که قندوز را ندیدی و ها عادق شدی پشت قندوز جان؟ ما آخرین بار که قندوز را دیدم سال 2010 بود، در ماه جون. ما از کابل آمدم قندوز یا ماه جولای بود 2010، 10 سال پیش از کابل آمدم قندوز و از قندوز ما راهی بدخشان شدیم. یک فاتحه بود و بدخشان در شهر کشم. آخرین بار که قندوز آمدم سال 2010 بود، یعنی 10 سال پیش. خاله جان از این گفته که آیا پلان داری که قندوز دوباره بیای؟ سلام فیاض عزیز، امید خوب باشی. در نخست آیا قبولیت را گرفتی یا خیر؟ افغان ها در کشورهای اروپایی یا در افغانستان هم همچنان عادت دارن که اولین چیزی که پرسان میکنه که در کشور خارجی که مهاجر باشی یا زندگی کنی قبولی گرفتی یا نگرفتی. من خوشبختانه سال 2011 وقتی 2011 من آلمان آمدم، 2012 بود، در ماه اپریل 2012 بود که من آلمان آمدم بار دوم. البته بعد از مدت 1 ماه من قبولی خدا گرفتم، وقت پناهنده شده دادم و قبول شدم و خوشبختانه مدت سال 2018 بود فکر میکنم، 2 سال قبل من تانستم که پاسپورت سرخ آلمانی هم بگیرم. آلمانی که چقدر تعریف از خود میکنه، منتها پاسپورت آلمانی هم من به خاطر گرفتم که حق هر شهروندی که در آلمان زندگی میکنه بعد از 8 سال حق عزیز داره که تابعیت یک کشور بررس بیاره و ای خواستم که یک خودم هم بررس بیارم.
و فایده‌ای که برام زیاد کرد این پاسپورت آلمانی ای است که من میتونم آزادانه به تمامی کشورهای خارجی سفر کنم. مثلا دانستم افغانستان بیایم، دانستم استرالیا برم، دانستم به بیشترین کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کنم به خاطر کارهای هنری، به خاطر پیش بردن کنسرت ها، به خاطر ثبت کلیپ هایم. دیگه از او خاطر از این که دست پایم بسته باشه در یک زنجیر خوبتر از که آدم آزاد باشه و هر نوع امکاناتی که آدم داره چرا نه آدم او رو باید برس بیاره. نسیر جان گفته صدا ضعیف است، من نفهم. گفته سهل داری کامنتاره عزیز دل، سهل نبود تو سوال که من سوال ده جواب بدم. به هر صورت آهنگ باشن که من نامشون بگیم کار نبیم که نام نگرفتیم. فسنجان شکوری گفتن که آهنگ عاقبت اگه زمزمه کنین، من زمزمه میکنم چرا نه. بیا به عشقم وفا کن وفا کن، مرا تو از شب رها کن رها کن، بسوی خورشید صدا کن صدا کن، دوای دردم تو دردم دوا کن. همه میگن عاقبت مرا رها میکنی، اگر رها میکنی گناه میکنی. همه میگن میروی، بگو چرا میروی، میروی و از دلم فرار میکنی. از لجانک اونو چیزی من رحمت قربان باشین که من یک گلاس هم اونو جان کنم بخاطر ازی که من 7 سال در آمدم. ویده جان سادات پرسیده که چی وقت عروسی میگونی؟ ویده جان از نازنین معنی سوال از خودتون بگم چی وقت عروسی میکنی خودتون وقتش نمیفهمی. به هر صورت همه گی آرزویش است که صاحب یک فامیل شوه، صاحب یک خانواده شوه و ازدواج کنن. به گفته وطنی وقتی که عروسی کردی باز نصف ایمان دیگه تون تکمیل میشه. مسلمان با ایمان آدم میشه. من بسیار آرزو دارم که همه ما شما به این مقام برسیم و صاحب یک فامیل شویم. منتها من آرزوی بزرگم است که بخیر به زودی ازدواج کنم و از مجردی خلاص شم دیگه. بس است. مریم جان شیرزاد پرسان کرده که اگر امنیت شود دوست داریم دوباره به کندوز برگردیم. من بیشتر گفتم که یک از آرزوهای بزرگم است که در افغانستان امنیت شوه، سال آرامی در افغانستان به خصوصا شهر کندوز که ما بیایم در مکتب لیسه شیرخان یا مکاتب دیگر یک کنسرت بزرگ برگزار کنم، یا چمن شارولی یا سپینزر یا دشت آبدان. این جایی است که من سخت دوست دارم که برنامه اونهی داشته باشم و کنسرت های بزرگ برگزار بکنم. و دینیز جان گفته که سلام و درود خدمت شما جوان وارسته و خوش صدا، امید که جور صحتمند باشید. از این بگویید که چند سال در کندوز زندگی کردید و چی خاطره هایی از کندوز شریف دارید، متأهل هستید یا مجرد و فعلا کجا زندگی میکنید و جدا از موسیقی مصروف چی کار هستید. دینیز جان عزیز، من مدت 19 سال یا 20 سال در کندوز زندگی کردم. خاطرهای بسیار زیاد من از کندوز دارم. من نمی‌فهمم که از کجا شروع کنم، از دوران مکتب شروع کنم. یک خاطره بسیار خوب دارم. خاطره خوب من این است که عزیزایی که در کندوز هستن شما شاهد هستن که من در پولی مکتب کورس‌های آموزشی هم داشتم. اولین جایی که من درس دادم لسان انگلیسی را کورس مسنجر بود. وقتی که من از زبان انگلیسی فارغ شدم و
رفت تقاضا جان بود که ما باید درس بدم، حتی از طرف کورس همچنان. اولین جایی که من رئیس استاد درس دارم کورس مسنجر بود، بعد از او یک کورس دیگه بود به نام کورس همجا مدوجی درس دارم و بیشتر در کارهای فرهنگی در کندز اشتراک کردم. سیمینارهای مختلف در مکاتب دخترها، مکاتب ذکور و ناسردیشان ما در همهشان اشتراک کردیم. سیمینارهای فرهنگی، سیمینارهای تعلیمی که از طرف معارف اونا برگزار میشدن. و تا به امروز بعض شاگردهایی که در اون زمان ما درسشان میدم، خب من استاد نبودم، خب من تا از جایی که لطف میربانی میکنن استاد میگن، تا امروز یکان شاگردهای ما برای ما مسیج میگن، میگن فیاض جان یادتان است، استاد فیاض میگن یادتان است که در کورس مسنجر یا کورس همجام ما را درس میدادی. خب خانه آباد، زنده باشین، چیزی که در توان ما بود همون کار انجام دادیم، در اون زمان وظیفه ما بود. چیزی که آدم کسب کنه باید به دیگران همچنان بیاموزانه. در کندوز ما یک دکان عکاسی داشتیم که پدرجان عزیزم او دکان عکاسی را برای ما جور کرده بود، یک مرکزیت برای ما جور کرده بود، یک مرکزیتی که از اوجه ما بتانیم کورس های آموزشی بریم، از اوجه ما بتانیم مکتب بریم و همچنان یک منبع اقتصادی برای فامیل خود ما. شغل اصلی ما در کندوز عکاسی بود که عکاسی رو ما سخت دوست داشتیم در اون زمان و همچنان امیال ما یک کم همی ویدیو پرودکشن خود رو تکمیل ساختیم در خانه. همچنان دو کلیپ آخر ما فضیلت جان ثبت کرده، اگر شما متوجه باشید نشته از ویدیو دایرکتر فضیلت حمید. بعض صورت برشته عکاسی ما سخت علاقه مند هستم و سخت علاقه دارم با برنامه های ایدیتینگ عکاسی، فوتوشاپ یا پریمیر یا افتر افکت یا فاینل کات. در برنامه های دیزاینینگ من واقعا سخت علاقه مند هستم و علاقه مندی زیاد دارم و هر روز هم خوش میکنم که چیزای نو یاد بگیرم. باشین که بعد چیزای ما جمع جانو سوال کرده اما گفته کنم خاطره تصادم داری چی تو کار راستی دوستا یک خاطری بسیار جالب رو مارکنم قصه کنم. خاطری که جمال جان گفتم که کدام خاطری چی گفتم پسید جان؟ امو تصادم آدسی که امروی جمال جان صورت داره. بله ما امروی جمال جان، اول سلام برای جمال جان عزیز که سوال کردن. وظیفه داشتیم در میدان هوایی کندوز در جایی که پیارتی بود یا بگیم بالمانا ما ترجمان بودیم. جمال جان هم یک از همکاره ما در اون زمان بود. جمال جان هر روز با ما با موتر خودم طرف دفتر میرفتیم و رای ما سرک میدان هوایی بود. جمال جان نیفم قصه بدمایشی تام کنم یا نکنم بعد از آن قصه از مدت پایین شیدی درایور داری سرک چپه کرده بیدی. خب بعد صورت عزیزا ما سر جلو موتر بودم، از خانه صبح وقت حرکت کردیم، جمال جان هم گرفتم و طرف میدان میرفتیم. در رای میدان یک موتر کلان گازگروپ، من میخواستم سبقت کنم، از این موتر کلان پیش برم، سرعتمون 120 یا 100 بود نیفم، مقصد سرعتم بالا بود. وقتی که میخواستم از پالوی موتر تیز شدم که موتر گازگروپ گفته بودنی ناچاپ دور خورد، اونجا مرکزشان بود، میخواست در مرکزشان دور بخوره، بدون آینه بدون اشاره ترافیکی یک دفعه دور خورد. این کمی دور خورد موتر ما و جمال جان دم زیر سینی موتر گازگروپ خورد. وقتی که موتر ما با موتر گازگروپ تصادم کرد دیگه من دیگه نفهمیدم که چی شد، یک خاکباد، یک صدای عجیب و غریب، یک حالت واقعا وحشتناک. وقتی یک موتر کرولای سفید داشتم. خلاصه بعد از 5 دقیقه یا در ما به هوش آمدیم و یک وقت میبینم که جمال جانم سرش از شیشه بیرون برآمده. حالا که شما عکسای جمال جانو ببینید پیشانیش چند جاش کفیده و ابگار شده.
بعد از 5 دقیقه به هوش آمدیم و خاک با داخل موتر و حتی توانی از این نداشتیم که دروازه رو باز کنیم، بخاطر که دروازه قدر ضربه خورده بود که دروازه باز نمیشد. وقتی که ما از موتر برامدم، خاطره جالبم کمک شما در صفحه فیسبوک ما، شما در صفحه فیسبوک هم که ببینین اما که بلو تک داره، مارک آبی داره، در او ببینین ما قصه یادسه را شریک ساختیم. وقتی که از موتر ما بیرون برامدیم، ما دیگه من نفهم که کجا هستم، از بس که گنز و گول هستم، ما دیگه طرف زمین ها میرم که امی لحظه بود که پدرم هم رسید و قماندان امنیه و مدیر ترافیک و همه گی رسیدن. ما دیگه طرف زمین ها میرم و یه وقت سعی میکنم که جمال جان امی درایور گاز گروپ دیگه از یخنش گرفته چند بکس هم زده شد خیالش بخیر. این درایور میگه من غریب هستم، 5000 افغانی ماشم هست، ببخشین مرا. خلاصه که معذرت خواست این درایور، واقعا گناه این درایور گاز گروپ هم بود. خب ببینیم که اول خدا رو شکر که ما و جمال جان زنده و سلامت از یادسه خلاص شدیم و خیر بینه. از جای دیگه ما رو بردن بود به شفاخانه پیارتی، در اون جایی که ما کار میکردیم در میدان هوایی. باز جمال جان بستر شد، ما فضل خدا کمک سرم ضربه خورده بود. به هر صورت جمال جان مقصد یک خاطر خوب از موتو در کندوز ماند. هر جایی که هستی جور و سلامت باشی. و همه قصه ای که پدر جانم رسید، من دیگه در سر زمین ها رفتیم و پدر جانم آمد از پیشترم، از من پرسان میگنم که فیاض جان چی میکنی تا زمین ها؟ ایچی چی گفت؟ پس من بفتم پدر جان تو باشی یک دقیقه من آواز بکشم که آواز هم میبره یا نمیبره. دیگه فکر که در اون زمان هم من در فکر آوازم بودم که کدام صدمه به آوازم نرسیده باشه. به هر صورت ای هم بود حادثه جالب که من با جمال جان داشتم در شهر کندوز. ما با ادامه جواب ادامه سوال و عزیز ما باید بگم که گفت پولی چی کارای هنری دیگه انجام داری یا چی کارای هنری نو انجام دادی؟ عزیزا شما شاهد هستن که یا بگم از طریق شبکه‌های اجتماعی، ما بعد از پروسه ستاره افغان تا به امروز بیشتر از 9 اوارد گرفتیم از اواردچه‌های مختلف هنری یا بگم از کشورهای مختلف، از دبی، مالزیا، هندوستان، استانبول، دو بار از فرانکفورت، یک بار از امریکا. از جشنواره‌های مختلف موسیقی ما جایزه گرفتم. البته رومو زحمات گذشته بود در کارهای هنری که ما انجام داریم، مورد تشویق رسانه ها، مربوط تشویق میدیای افغانستان ما قرار گرفتیم. دیگه خواستم شما را هم در جریان بگذارم. و دیگه ای که در 2 سال اخیر یا 3 سال اخیر ما بیشتر از 20 کنسرت انجام دادیم که آخرین کنسرت ما در ماه دسامبر بود در کشور سویدن، و در ماه مارچ سال 2019 سال گذشته ما 4 کنسرت داشتیم در استرالیا. 2 کنسرت در ملبورن داشتیم و 1 کنسرت هم در سیدنی، و کنسرت چهارمی هم کنسرت نوروزی بود در شهر ملبورن. در آلمان کنسرت داشتیم، در بیشترین کشورهای اروپایی ما کنسرت داشتیم. و بخیر پلانای بعدی است که به زودی ما تقاضا زیاد است که بخیر در کانادا و امریکا کنسرت داشته باشیم. حالا خب این بلای به نام کرونا دموری ما آمد، ما هنرمندا را بیچاره تر ساخت، غریب تر ساخت. شاید باورتان نشم مثل ما بیشترین هنرمندایی که از طریق هنر موسیقی، خب منبع عایداتی ما موسیقی نیست، ما از موسیقی هیچ وقت زندگی خود پیش نبردیم، هرگز نه، بلکه از لقمنان خود سر موسیقی مصرف کردیم، اما از موسیقی ما هیچ وقت عاید نکردیم. اگر کرده باشم پس دوباره برای موسیقی مصرف کردیم. منتها در این فضای کرونایی هنرمند بیچاره شد و بیچاره تر شد، غریب تر شد. هم از هنرمندایی که محفل میرفتن از محفل ماندن، ماهایی که کنسرت میرفتیم از کنسرت ماندیم. به هر صورت خدا کنه که بخیر فضا زودتر خلاص شد و تمام شد و دنیا به شکل عادی و نرمال خود پس برگرده که کنسرت های خود پیش ببریم و کارهای فعالیت های هنری خود دوباره آغاز کنیم.
میریم به چند سوال. بعض دوستا سوال کرده با مردم کندوز چی گفته میگه. نریف هم که چند دقیقه شده از لایف هم عزیزا. نشه که من وقتان از یاد بگیرم و بگیم که فیاض چقدر گپ زد و گپ زد. فکر کنم 50 دقیقه میشه. 49 دقیقه. 50 دقیقه 49 دقیقه میشه؟ من نریف هم که آنانجان یوسف زای خودت هم نگفتی عزیز دل که چقدر ما وقت داریم، یک وقت برای ما قید میکردی. بعض صورت یا این که من سوال نمیبینم یا چشمای ما ضعیف شد عزیزا. شکیب جان ملزم عزیز گفته که اگر یک زمزمه کنی برای ما با گیتار. عزیز دل شکیب جان اگر من گیتار سر کنم باز اگر یک ساعت خواد طول کشید. بعد صورت من سلام جداگانه با شکیب جان رو تقدیم میکنم و حتما من یک زمزمه عالی برای انجام میتونم. امان جان گفت که امان جان عزیز زبان مادری چیست؟ من میشه این سوال که از من میشه من نفهم یک حس عجیب بر من پیش میاد به این که این مسئله باید گم شود. زبان مادری تو چیست؟ دریست؟ پشتوست؟ فارسیست؟ چیست؟ چیست؟ یعنی این موضوعات باید گم شود. ما شما باید یک ملت باشیم، یک سخن باشیم، یک زبان باشیم. با این زبانی که من گپ میزنم فکر کنیم این زبانم است. من این را به خاطر از نمیگم خودت آزرده شوی. منتها این مسئله که مسئله زبان و ملیت و قوم و گپا کنه باز من بزا احساس میشم. به خاطر از اینکه ما همه شما از یک کشور هستیم، از یک افغانستان هستیم، از یک خاک سرچشمه میگیریم و از یک خاک ما تولد شدیم و پس در یک خاک میریم. پس اولین چیزی که برای ما شما مهم است زبان انسانیت است. ما شما اولین چیزی که باید برای خود پیشه بدیم انسان باشیم. اولین چیزی که برای ما مهم است انسانیت است و زبان هر زبانی که ما شما صحبت کنیم هیچ مهم نیست. اونم گنگا هم چنان از خود زبان داره. مردم ما فعلا در افغانستان دچار این تو مشکلات هایی هست که مردم در وقت کرونا در افغانستان در سرکا گشتن نگردن. باید در فکر رای باشیم که بتانیم فایده یا بگیم انسان مفید برای مردم ما واقع شدیم. چطور از این فضا ما بتانیم براییم؟ محشید جان عزیز گفته که فیاضی عزیز سلام، امید که جور صد سلامت باشی. اوکی. آهنگ یادم میاد و وقت هم میگه تمام تدمین رو افتیم. اوکی بسیار عالی. یک عزیز ما میگه که جان سلام، امید که جور باشی. آهنگ یادم میآید را زمزمه کنید. محشید جان گفتم حتما زمزمه میکنم آهنگ یادم میآید. دیگر خب به صورت میگذاریم از این موضوعات. ما بسازد خوشحال استم که سوال زیاد است. پیش از اینکه من با گپ های بعدی بپردازم من بخواهیم یک زمزمه کوتاه آهنگ یادم میآید بکنم.
برازو باز بخیر. میریم به بخش اخیر برنامه لایف امشب ما شما. کسایی که خواهشی آهنگ کردن ما برشون زمزم میکنم آهنگ عطر صدا که هم از جمله کارهای اکوستیک ما هست. تارارارارارا باشین کرچ نایی کن پایین از رو بلند کنیم. خالی مانده رو امیز گیلاس تو پر است اما خانه از احساس تو. ماهی می سازم را راهی می سازم را در شراب رویا دو چشم تو دو چشمه الماس تو. چی بگویم از یادت دیگه برای یادم میآید خندیدنای در هوایم میپیچد عطر صدای در هوایم میپیچد عطر صدای. شب هر شب لب بر لب میماندم عاشقانه میخواندم یادم میآید خندیدنای. خوازم خسته است بخدا که بعد از 7 سال 7 سال درایف دیگهش میگه که عکس تنه میبینم تا نفهمم دور هستی تو در ابر و نور هستی در آب انگور هستی تو در ابر و نور هستی در آب انگور هستی. تا که خالی نباشه جای عزیز دلم هر جا می نشینم خودم بجایت یادم می آید خندیدنایت. زنده و سلامت باشین. تشکر. عزیزی گفته که گفتنی های خودت به مردم کندز چی است؟ من بجز از محبت، بجز از دوست داشتن، بجز از احترام نیکی های کنها برای من کردن کندزی ها افتخار من هست. کسایی هستن که من سخت دوستشان دارم، صدها خاطر ازشان دارم. یک گله منتو دارم از کندوزی ها، از مردمش نی، از رسانه های کندوز، از کسایی که اهل رسانه هستن یا اهل هنر هستن یا در چی در تلویزیون هستن، چی در رادیو هستن و در کارهای فرهنگی مصروف هستن، که اینا هیچ وقت از کارکردهای هنرمندشان یاد نمی کنن. مثلا فعالیت های هنری مرا بیشتر کابل یاد میکنه، ایراد یاد میکنه، مزار یاد میکنه، پکتیا یاد میکنه، قندار یاد میکنه، اما در تلویزیون حتی از اواردها یاد شده. از رسانه کندوز، از کسایی که اهل رسانه هستن، این گلمندی رو مدارم که اونا یاد نمیکنن. مثلا یک ورزشکار در پکتیا اگر یک مدال برونز بگیره صدایش به تمام جای ها بلند میشه. اگر یک ورزشکار مدال بگیره خوشی میشه، جشن میشه. اما اگه یک هنرمند بیچاره یک مدال میگیره، یک وارد میگیره، خب خانه پرپلا و همه هنرمند رو بیچاره تشویق کنیم. هنرمند بیچاره که بجز از محبت هیچ چیز دیگه از شما نمیخواید، بجز از تشویق هیچ چیز دیگه از شما نمیخواید. بگذارین این فرهنگ های خراب ها که مچه موسیقی حرام است که هنرمند چیست که به نام دلاک و سازنده و اینان شما صدا میکنین. بگذارین این فرهنگ های کونه را تا چی وقت دیگه. ما دنیا به کجا رسید؟ اروپا به کجا رسید؟ امریکا به کجا رسید؟ ایران به کجا رسید؟ سعودی عربیه به کجا رسید؟ دبی به کجا رسید؟ کشورهای اسلامی دیگه به کجا رسید؟ افغانستان چرا اینقدر بدبخت ماندن؟ چرا افغانستان مردمش چشمشان باز نمیشه؟ خصوصا همی کسایی که تاریک فکر میکنن، دور از کسایی که اهل فرهنگ هستن و کسایی که
هنر دوست داره، هنرمند دوست داره. دور از اونا من خطاب به کسایی میکنم که اینا هنرمند ضربه میرسانن، هنر ضربه میرسانن، هنرمند میکشن، صدارش زیر پا میکنن. بگذارن این فرهنگ خرابه تا چی وقت؟ این فرهنگ ها را لطفا، این کارهایی که یا بگیم فکرهای افراطی و روحانی نه، اینه بگذارن کنار. باید فراتر از افغانستان فکر کنیم، فراتر از چهار دیوار خود باید فکر کنیم. پشت گپ هر بی سواد و پشت گپ هر مفتی و کسایی که حتی باور کنی کنه ما وضو کردن خدا نمیفهمن، پشت گپ های از ما نگردیم، پشت گپ های کونه نگردیم. در جامعه که هنر نباشه، در جامعه که سینما نباشه، شما از اون جامعه نمیتونن که ادعای فرهنگ داشته باشین. فرهنگ شامل هنر است. هنر که میگم تنها موسیقی نیست، هنر هفتگانه است، رسامی، خطاطی، موسیقی، ساز و سرود و هر اون چیزی که شاملش شامل هنر است. ورزش همچنان، وقتی که ورزش تشویق میکنین موسیقی رو هم تشویق کنین. چرا موسیقی رو حرام میدانین؟ من نمیفهمم. این خطاب به مو بتیاد مردمای هستن. به هر صورت عالمای بسیار خوبی هم چنان داریم که اونا روشن فکر هستن، یا مفتی های بسیار روشن فکر هم داریم که اونا مردم برای درست تشویق میکنن. به هر صورت من بسیار دوست دارم که مردم ما روشن‌تر از گذشته فکر کنن، خصوصا کسایی که هنرمندا را زیر پا میکنن، کسایی که هنر را زیر پا میکنن. باور کنید که جامعه که درش هنر نباشه، سینما نباشه، شما ادعای فرهنگ ازش نداشته باشین. در هر جامعه که جنگ بوده، در هر جامعه که تفنگ بوده، در هر جامعه که افراطیون بوده، در اون جامعه سینما نیست. شما دیدیم کشورهای اسلامی، دیدیم کشورهایی که جایی که جنگ بوده، خصوصا جنگ بوده، شما دیدیم که سینما مردم یک به فرهنگ تبدیل شده باشه و مردم با خانواده‌های خود برن در دو چوکی بشن و سینما، تئاتر، موسیقی، کنسرت برگزار شود. چرا امروز در 34 ولایت افغانستان سینما نیست؟ چرا کنسرت برگزار نمیشه؟ پس از این بدانیم که یک چیزی از ریشه خراب است، یک چیزی است که ما شما را متضرر میسازه. ما بیشتر بسیار متاثر شدم. یک عزیز نشته کرد که چرا توبه نمیکنی، چرا مسخرگی میکنی. به نظر تو وقتی که موسیقی مسخرگی باشه، من نمیفهم که خودت چی کاره هستی عزیز دل. هر چی که هستی خب هر صورت میگذاریم. منتها من قبرتان میگم که هنر و هنرمند یگانه وسیله است که یک جامعه میتونه ادعای فرهنگ کنه و و و و و نتیجه مثبت در یک جامعه میده. از اون خاطر تقاضای ما از مردم عزیزم، از افغانستان، از کندوز عزیز، از 34 ولایت افغانستان می است که شما هنرمند بیچاری خود، هنرمندی که یگانه سرمایه‌اش هنرش است، آوازش است، هنرش است. اگر بدترین هنرمند هم اگر باشه، اون بیچاره دل دارد، اونمو رو شما حمایت کنیم. من یک مگه سوال برات میکنم. اگر فیاض حمید که امروز از افغانستان است، در اوج تولد شده، اگر فیاض حمید یک آلمانی تولد میشد و به این شهرت میرسید، امروز فیاض حمید یک میلیونر و میلیاردر بود. این شما باور داشته باشین. اما چون فیاض حمید در یک جامعه جنگ زده تولد شده، امروز هم اونمو جنگ و اونمو مشکلات که در او جامعه وجود داره، امروز ما را هم بیچاره ساخته، شما را هم بیچاره ساخته. ببینید که قدر شما را بیچاره ساخته که تو حتی موسیقی را حرام میدانی. به هر صورت گله زیاد است. من بسازد خوشحال هستم که کسایی هم داریم ما با فرهنگ، کسایی داریم که جامعه هنرمند دوست دارن، هنرمندای خود دوست دارن، مثل بیشتر از 14,000 عضو کندوزیان عزیز. من بسازد خوشحال شدم که امشب با شما بودم، امشب صدای دل شما بودم، امشب تانستم با شما گفت و شنودی داشته باشم. و چیزی بود که میخواستی فضل جان خود با ما بگی؟ جانا و بسمای
ادمینای عزیز که زحمت کشتن و همچنان پارس جان یک از دوستای ماست، همچنان یک از ادمینا هستن. یک آهنگ غزل رو زمزمه کو اگر امکانش باشه تا باز ختم شکنیم. به هر صورت کندوزیای عزیز، کسایی که امیل از امرو ببینن، شما باور داشته باشین که من شما را سخت دوست دارم و ممنون شما هستم. هر آنچه هستم از برکت شما عزیزا هستم. در دوران سخت شما مرا حمایت کردین، کمک کردین، کمپاین کردین، رای دادین، رای جمع کردین برای ما و انان جان یوسف زای، یک از ادمینای عزیزی که واقعا زیاد زحمت کشیدن در طول چند روز و چند هفته برای ما تماس بودن، ادمین های صفحه کندوزیان، انان جان یوسف زای، خالد جان ناتوری، احمد زیا صافی، عارض جان عزیزی که همچنان با ما تماس گرفته بود، هلال جان نیازی، فراد جان ادیب همچنان با ما تماس گرفته بود، نثار جان احمدی، احمد ظریف، تمیم صدیقی، جواد حسن پوری عزیز، شما عزیزا لطف و مهربانی کردیم، بهترین شخصیت ها رو شما دعوت کردیم و زحمات شما رو ما نادیده نگرفتیم و اینا به وعده خود من وفا کردم و مطمئن هستم که گروپ شما امروز 14,000 است. یک ماه بعد، یک سال بعد به 14,000 تبدیل شود، به 14,000 تبدیل شود، به 1,400,000 تبدیل شود و درختتان پربار شود و سنگین شود و اندیوالا زیاد جمع کنین. ما هم در کنار شما هستم، من همچنان یک از اعضای نو شما هستم. خدا کنه که یکان وقت بتانم رسیدی کرده به گروپ شما و یکان زمزمه را در گروپ تان شریک بسازم. مقصد کسایی که قار میشن قار شون، کسایی که خوش میشن در سر قلب و سر چشمای من. در اخیر ما یک زمزمه برتان میکنم و خداحافظی میکنیم. بساز خوشحال شدم از اینکه به 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 پیش از اینکه ما احمد یما جان فکران همچنان لایف آمدن، یک سلام جداگانه به یما جان فکران که واقعا استاد عزیز کندوزیان است که شاگردای فراوان داشتن و خدمات ارزنده در کندوز انجام داده و خواهش کرده که یک غزل اگر زمزمه کنی خرسند خواهم شد. قربان یما جان نازنین، من حتما برات زمزمه میکنم. بساز خوشحال شدم برزیر وقتا خودت هم اینجا با خود در لایف داشتیم. خب بعد صورت میریم به طرف زمزمه. قصه ها نام خدا زیاد است، قصه ها زیاد است، اینه بودو بشک. آجی جان شرف گفته که در قصه رسانه ها و مردم بی سواد نشو. عزیز دل کنه مردم نمیگم مردم رو نامخواهی طور مردمی داریم که هنرمندای خوب به کشور عرضه کردن و هنرمندای خوب سمریشان است و از بین اون مردم عزیز ما هنرمندا به جامعه تقدیم شدن، بهترین هنرمندا و بهترین شخصیت ها. به هر صورت در لندن گفته کانسرت. خب سوال ها زیاد است عزیزا، باز من حتما سوال های شما را کش میکنم به در صفحه فیسبوک خود من جواب بتم. بقیه سوال هایی که شما داشتین من حتما در صفحه خود لایف میرم و از طریق صفحه خود همچنان با شما قصه میکنم. کسایی که خواهش زمزمه آهنگ ناگزیر کردن و آهنگ ناگزیر هم زمزمه میکنم، عارض جانم فرمایش کرد، عارض جانم فرمایش داد، استاد یمام بود نازل، استاد یمام نازل هم که فرمایش کردن برشان آهنگ ناگزیر تقدیم میکنم. با باشون کمی کرچ خدا باید چون کرچ بسا مهم است کرچ پس بگیر کرچ من غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای عارف
عرفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست. تنها نه من با قید تو درماندم مسیر، تنها نه من با قید تو درماندم مسیر. در هر کجا شکست دل مبتلای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست. این بار ناگزیر دلم در هوای توست. زنده و سلامت باشین. سازم تشکر از این که بیشتر از یک ساعت وقتتون با ما سپری کردین. یک جهان تشکر. یادتان باشه همیشه دوستان دارم و همیشه همونطور هنر پرور باشین مثل که همیشه بودین و شجاع و قوی و دلیر باشین. من مطمئن هستم که در مقابل هیچ نوع تکان و لرزه شما از بین نمیرین و همه قسم که تا به امروز طاقت و حوصله کردین و حوصله مندیتان هزار سال باد. جور صحت و سلامت باشین. با خود و با خانواده هایتان با صمیمیت زندگی کنین و سلام و درود ما به تمامی شما کندوزیان عزیز، کسایی که در این صفحه هستن بازم برسه. تا دیدار بعدی خدا حافظ و ناصرتان. الله نگهدار.